شاید شما بعد از سالها تجربه بازی ویدیویی به مرحله‌ای برسید که بازی کردن دیگه براتون سرگرم کننده نباشه. ما سعی می‌کنیم با پیشنهادایی که در این ویدیوی پلی پاد تی وی ارائه می‌دیم، شما رو دوباره به دوران لذت بردن از بازی برگردونیم. پس با ما همراه باشید. قبل از هر چیز، به احتمال زیاد ساده تر شدن بازی ها برای خود شماست که حس خسته کننده بودن رو منتقل می کنه. در واقع، وقتی کار زیادی رو بارها و بارها تکرار می کنید، در انجام اون ماهر می شید. اولین پیشنهاد اینه که به سراغ بازی های سخت تر مثل آثار ژانر سولزبورن یا حتی روگلایک برید. اما جدای از گیمپلی و بازی های گیمپلی محور، یکی دیگه از مشکل تجربه مداوم بازی ها اینه که بعد از مدتی میتونید اتفاقات زیادی رو پیش بینی کنید. این اتفاقات از اجزای ساده بازی تا داستان، روایت و شخصیت پردازی گسترش پیدا میکنن. حتی اوقات زیادی وجود داره که میتونید حدس بزنید در کدوم قسمت چه رازی پنهان شده. در این شرایط عنصر غافلگیری بی‌معنا میشه و پیشنهاد میکنیم سراغ بازی‌های کمتر شناخته شده یا قدیمی برید که از کلیشه‌های خیلی کمتری استفاده میکنن. ولی متاسفانه افسون بر این بازی‌ها، حتی آثار خطی هم مملو از بازی‌های تکراری‌اند که هیچ حس ماجراجویی و اکتشافی رو ایجاد نمیکنن. اصلا چرا بازی‌های مستقل رو امتحان نمی‌کنید؟ این بازی‌ها منبع ایده‌های جدیدن و معمولاً از نمایش محتوای تکراری اجتناب می‌کنن. به این ترتیب شاید با استفاده از این پیشنهادات بهتر متوجه بشید که چرا بازی‌ها براتون خسته کنندن و چطور می‌تونید از لحظات خسته کننده بازی‌ها فرار کنید.